خدا آینده ایران رو میدونه، نوشته و نیکو خواهد بود. چون او میگه آخرت ایران چی میشه، او میگه و کتبی هم میگه و ایران مبارک خواهد بود، ایران منبع برکت برای جهان و برای اون منطقه خواهد بود. من نمیگم، خدا داره میگه، ما فقط باید باور کنیم، در اون مسیر پیش بریم. اشعیا فصل 45 آیه 4 راجب کوروش پیشگویی میکنه. کوروش قبل از او که به دنیا بیای اسمتو میدونستم و در کتابم ثبت کردم. تاریخ میگه که عزرا نبی، یکی از انبیاء عهد عتیق، کتاب اشعیا رو جلوی کوروش باز کرد و گفت ببین کوروش، 150 سال پیش راجع به تو نوشته شده. و یکی از دلایل اینکه کوروش به این یهوه ایمان آورد و ارادش رو انجام داد همون بودش. یک نکته جالب تو کتاب مقدس، تولد دو نفر پیشگویی شده، به اسم پیشگویی شده، دقیق پیشگویی شده، فقط دو نفر، یکی عیسی مسیح، یکی هم کوروش. گفته متولد میشه، برای هدف خاصی متولد میشه، به هر دوشون میگه مسیح من، به هر دوشون میگه شبان من. اشعیا 45:1 میخوام ببینیم این برکتی که باید بگیریم و داریم میگیریم، برکت کوروش هم شخصیه هم جمعی، اصلا با هم بدون هم نمیشه. مثلا خدا یه جمع و برکت بده ولی تک تک و برکت نده، یا تک تک همه رو برکت بده ولی جمع برکت نیابه. خدا وقتی میگیم ایران رو برکت میده، اولش اینه که من و تو رو برکت میده، یادمون نره. ما خیلی جمعی صحبت میکنیم، خداوند ایران من رو آزاد کن، خداوند ایران من رو نجات بده. ایران کیه؟ من و توییم. و خداوند میخواد من و تو رو برکت بده، از طریق من و تو ایران رو عوض کنه و برکت بده. اشعیا 45:1 میخوام یه چند تا نکته رو با هم بخونیم و صحبت کنیم. اشعیا 45:1 چی میگه؟ بهش میگه که مسیح من یعنی کسی که روح خدا بر او هستش، یعنی کسی که قدرت و روح خدا بر او قرار کرده تا اراده خدا رو انجام بده. مسیح خدا یعنی حضور خدا، مسیح خدا یعنی حضور روح القدس، مسیح خدا یعنی قدرت خدا جاری میشه تا کار خدا رو انجام بدیم. و اینو به کوروش داد و این رو داره به تو میده و به من میده. خدا امروز داره روحش رو بر ما ایرانیان میریزه. اونایی که به مسیح نجات ایمان آوردن، همین نیست که آقا من این دینم و حالا این دین بهتره، نه، این نیست. از نو متولد شدن و از روح خدا ما پر شدیم. من نیستم، روح خدا در من هست که داره عمل میکنه. و روح خدا که عمل میکنه، ما نمیتونیم بشینیم، نمیتونیم ساکت بشیم، نمیتونه این آتش خاموش بشه. چون این آتش انسان نیست، این آتش یک حزب نیست، یه حزب سیاسی، این آتش یک مذهب نیست که بتونی خاموشش کنی. آتش روح القدسه، هیچ کس نمیتونه آتش روح القدس رو در ایران خاموش کنه.